سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. غزال عنایت، مجدا جمالزاده و آرزو نیکبین از هنرمندان موفق، خوش آواز و پرآوازه کشورمان می باشد که در دل میلیون ها افغان جا دارند. این سه هنرمند موفق فعالیت های هنری خود را در زمان های مختلف آغاز نمودند و همچنان مثل خواهر و دوست می باشند و میان این سه هنرمند عزیز ما هیچ نوع حسادت وجود ندارد. در این ویدیو ما گفتنی های مجدا جمالزاده را در مورد غزال عنایت و آرزو نیکبین خواهیم دید و همچنان گفتنی های غزال عنایت و آرزو نیکبین را در مورد مجدا جمالزاده. جلس هستی. ما باید بر شما دوستای عزیز بگویم اصل گپ که شما خوب صحیح میفهمین. اولی که ما هنرمند نیستم، خودم هنرمند نمیگم، خدایش به هنرمندا یعنی حساب نمیکنم دیگه. چرا جایزه داشته باشی؟ سو هدف من این نیست که من بهترین هنرمند باشم، بهترین آوازخوان باشم. None of that stuff. از مخاطر من میتونم که این گپا رو بزنم. That's why میتونم که همین کارا رو پیش ببرم. اگر قرار می بود که جلسی و اسودی در وجود من می بود که هیچ نیست، من با یک کس جلس می شدم. مثلا غزال جان عنایت مثال می دارم. غزال جان عنایت این امیال بهترین هنرمند است. بخی دخترها باید همگی ما قبول کنیم این امیال طوفان کده، این امیال بهترین است، این امیال تاپ ترین قرار داره از همگی ما کده. سیدا جان و از امی خانم کده، همگی شما میبینین، خودتان میبینین که از همگی کده در سوشل میدیا فالوور زیادتر داره، از همگی ما کده. هیچ کس دیگه از او کده بالاتر نداره. غزال جان به او مقبولیش، آرزو جان به او مقبولیش. همچنان باید بگویم که یوتیوب ویوز از چی غزال جان از همه گی ما کده، مثل که گفتم طوفان کده. خط داره، چهره داره، صدا داره. اگه ما خواسته باشم که از کسی انویس باشم یا جلس باشم که یکی از دوستای صمیمیم است که قدر دوستش دارم، غزال جان عنایت است. یا آرزو نیکبین، آرزو جان با او قدش، با او قواره، با او چهره مقبولش بیخی فرشته واره معلوم میشه. I love her، اما خوار خوردم است. I call her my baby sister. و ما متوجهش هستم و نمیخوایم که کسی با او هم ضرر برسانه. اما تو سیتا جان، اما تو شبانه جان، اما تو همگی فرزانه جان، من میتونم نام بگیرم رمشه جان، همگی ما این مزرعت میخوایم. اگه یکان تایتان نخواستین که چی کنیم، باز در واتساپ مرا سالتان خراب شد مسیج کنین. پیام غزال عنایت برای مجدا جمالزاده. با عرض سلام و احترام به تک تک شما نازنینان و خوبانم، سخن که از دل برخیزد و بر دل نشیند. حریر صبحگاهی دمید، چشمم را باز کردم و دیدگانم به ویدیوی از دوست نازنین و دوست داشتنی و مقبولم مجدا جان جمالزاده افتاد و چند بار به تکرار و دقت تمام گوش کردم که نهایت لطف و مهربانی داشتن نسبت به بنده خاکسار. مجدا جان و خاله جان ممنونتان، شما خود بهترین هستید و تمام خوبی ها در وجودتان نهفته است. سرمایه اصلی من فالورسا و یا بازدید کننده های زیاد در یوتیوب و کنسرت ها و غیره نه، بلکه محبت و صمیمیت تمام شما خواهران هنرمند و همکاران خوب و مردم عزیزم است. باید یادآور شوم که همه هنرمندان با هم دوستان صمیمی بودیم، هستیم و خواهیم بود و این بین انسان‌های واقعی یک اصل است و ما همه یکسان هستیم. هیچ کس از کس دیگر بهتر و یا برتر نیست. این فطرت انسان‌های بد است که خود را بلند و یا دیگران را پایین می‌شمارد. به قول از حضرت بیدل، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. واقعا حرفای شما و خاله جان را شنیدم و بیشتر انرژی گرفتم و با حرفای شما شاد شدم. این یک حقیقت است که تمام آوازخوان‌های طبقه آناس ما در جامعه رنجیده افغانستان جایگاه خود را در بین علاقمندان و مخلصانشان دارند و برای پیشرفتشان در کارهای هنری زحمت می‌کشند، تلاش می‌کنند و همه هنرمندان چی از طبقه آناس و چی ذکور قابل قدر و احترام هستند. در اخیر پیام یک بار دیگر به همه هنرمندان زن و مرد موفقیت‌های مزید آرزو می‌کنم و در رقابت‌های سالم بدون غلغله برایشان کامیابی آرزومندم. سپاس از شما مجدا جان نازنین و خاله جان عزیز. دوستان عزیز، پیام آرزو نیکبین در مقابل حرفای مثبت مجدا جمالزاده این چنین بوده: سلام و حرمت بی‌پایان نثار دوست و خواهر مهربان و نازنینم مجدا جان و خاله نسرین جان گران قدرم.
نمیدانم کدام این الفاظ و جملات را برای جبران این همه محبت های شما عزیزان بنویسم که چقدر با اخلاص و محبت با کلمات خوب از من یادآوری کرده، از مهرورزی و محبت شما مجد جان نازنین و نرمند دلها و خاله نسرین جان گران قدرم یک عالم ممنون و مشکورم. هیچ وقت از دنیا خسته نباشید. مهر، عشق و محبت امنشین امشگیتان. چراغ دلتان در آسمان خدا همیش فروزان و درخشنده باد. دوستان عزیز، نظر شما در مورد این سه هنرمند عزیز ما چیست؟ در کامنت با ما شریک سازید. تشکر از عزیزانی که تا آخر ویدیو با ما بودند. تا ویدیو بعدی شما را به خدا یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.